اگه شب ها سیاهه اما چشمم به راهه، اگه اوضاع خرابه شاید این هم یه خوابه. اگه تنها نشستم دل به فردا نبستم، بیا بنشین کنارم که بی تو سرد و خستم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. اگه جایی نمونده همه راه ها رو بستن، نداری واسه موندن یا رفتن، اگه راهی نداره که اوزا رو براشه، بیا تا هم صداشیم شاید از غصه رهاشیم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. ارادت من دارم، خواهش می‌کنم، خودتون رو محبت کنید. خیلی خیلی خوش آمدین صفای قدمتون. الهی به امید تو یا یگان رفیق بی رفیق، که هم قصه نانموده دانی هم نامه نانوشته خانی. پس کارمون خیلی سخته الهی، تنها تو دانی و تو توانی، ما نه دانیم و نه توانیم، خودمونو میسپاریم به دست تو. انشالله که امشب در کنار همدیگه بتونیم کلی عشق و مهر و رفاقت و دوستی تولید کنیم. احوال بر بچه های خوب بمرانی چطوره؟ ما کلی پلنگ جدی میگی؟ دیگه مشکی شد. خب دوستان، فرمود که نفحات صبح، شیخ عجل فرمود که نفحات صبح دانیز چه روی دوست دارم، که به روی دوست ماند که برافکند نقابی. بریم به استقبال مهمان عزیز و گرانقدر امشب، دوست عزیزی که افتخار دارم 27 ساله که از نعمت دوستیشون برخوردار هستم. خیلی مال سالها پیش، از سال 1372 خاطرات خوبی داریم. چقدر تئاترای دانشجویی با هم دیگه کار کردیم و من چقدر ازش آموختم. هر جا که بود قدرتمند روی صحنه ظاهر میشد و اون موقع به قول معروف از بچه معروفای تئاتر بود. همه دوست داشتن برن کاراشو ببینن، انقدر که حضورش روی صحنه مقتدرانه، جذاب و گیرا بود. خانم آقایان، لطفاً با من همراه بشید برای استقبال از دوست بزرگوار عزیزم، آقای دکتر مهدی سلطانی. یارم آمد این صدای پای او، این همان آهنگ پای او که جان آشنای او. آمد آن امید قلبم که روی چشمم جای او، آمد آن امید قلبم که روی چشمم جای او.
سلام به روی ماه آقا مهدی گل گلاب. چطوری؟ متشکرم، قربونتون برم. من سلام عرض میکنم البته خدمت شما حضار محترم، کسانی که از طریق رسانه هاشون ما رو میبینن و شهاب عزیز و رفیقای خیلی خوبم که احتمالاً این برنامه رو میبینن. بله آقا مهدی، میدونین اهل کجاست؟ میگه خوشا شیراز و وصف بیمثالش. بله آقا مهدی از اون شیرازی های دوست داشتنیه. چه خبر؟ من خیلی یادش بخیر آقا مهدی، ما دست پرورده خودتونیم، اختیار داریم قربون شما. سالهای پیش اون موقعی که اون اتودا رو میزدیم، تئاتری به نام افسانه رو کار میکردیم با خانم مینا ابراهیم‌زاده، یکی از دانشجوهای خوب و خوشقریحه اون روزگار بود، ولی بعداً دیگه نشنیدیم ازش چیزی. من شنیدم که کردستان عراق اونجا داره کار فرهنگی میکنه، کار تئاتری میکنه. آره اونجا بچهای کرد عراق، چون خودش هم کرد بود. آره اونجا در اون زمان در اون مقطع یکی از باسوادهای دانشجو بود که بسیار قلم خوبی هم داشتن، خیلی با انگیزه بودن و بعد خب دیگه فارغ التحصیل شدن و فکر میکنم فوق لیسانسشون هم گرفتن و رفتن در کردستان عراق و اونجا الان مشغول کار هستن. خب خدا رو شکر ان شاءالله که حالش خوب باشه. بس خبر داری نظر؟ کم و بیش بله. کسایی که حالا به دلیل برنامه‌های مختلف به کردستان عراق سفر کرده بودند دیده بودن اونو و سلام اتفاقا رسونده بودن. آره یادش بخیر. تالار آینه رو در روبری دانشگاه تهران تالار آینه بود. آره مولوی بود و آینه بود. سالن تمرین تالار آینه بود. اجرامون تالار مولوی بود. یادش بخیر. شهاب از دوستان خیلی قدیمی بود که اونجا میمدن و تمرین میکردیم و چه خاطرات خیلی خوبی داشتیم اونجا. آقا 6 صبح تا 6 عصر. 2 سال تمرین یک تئاتر فقط برای 2 تا اجرا. در جشنواره دانشجویی. دانشجویی بله. چه روزگاری بود. صبحانه دیجستیو با چایی، ظهر دیجستیو با نوشابه برای نهار و دیجستیو با دوغ برای عصرونه. همون ساقط طلایی رو گرفتیم به خدا بعد از اون کار. نه و چه میچسبید؟ بله با رفقای خوبی اسمشون رو نیما رئیسی که به هر حال معرف حضور همگان هست، یوسف تیموری خدا رحمتش کنه، پیمان سنندجی زاده رحمتش کنه، روحش شاد باشه. در تصادفی سر فیلم سفر به چذابه ما اون پیمان عزیز از دست دادیم. خانم ستاره اسکندری که نقش اول سری در واقع اون نمایشنامه رو بازی می‌کردن، یادش بخیر، روزهای خوبی. مهدی جان چه خبر با اوضاع و احوال چه می‌کنه؟ منظورت کرونا هست؟ حالا شرایطی که کلاً الان دوچارش هستیم، کرونا یک بخششه. آره بخش عمده‌ای هم هست دیگه. سعی کردیم خودمون رو سازگار کنیم دیگه، به نحوی معتقدیم که اگه بخوایم خوشبخت باشیم، تعریف خوشبختی از نظر من اینه که بتونیم خودمون رو با واقعیت‌های پیرامونمون سازگار بکنیم. اگر در بهشت باشیم نتونیم سازگار باشیم میشه برامون جهنم، اما اگه تو جهنم بتونیم سازگار کنیم همون میشه بهشت. سازگار کردن به معنی بیخیال بودن البته نیست دیگه، بعد بتونیم واقعیت ها رو درک بکنیم و یه جورایی باشون مصاحبه کنیم. نمیتونیم باشون بجنگیم چون حضور واقعیت اونقدر زیاد هست که قطعا شکستمون میده، فقط باید مدبرانه باشون کنار بیام یه جورایی و مدیریتشون کنیم. در رو پرورش و زیاد کردن احساس مهر و دوست داشتن و رفاقت و قدر همدیگر رو دونستن و حالا همون چیزایی که اصطلاحاً این روزا دیگه بهش میگن حرفای کلیشه‌ای، ولی به نظر میاد راه خوبی باشه. یعنی الان شاید این دیدگاه اگر درمون به وجود بیاد که خیلی رفاقت آمیز میشه با هر چیزی برخورد کرد، شاید برای این روزگار خیلی بهتر به دادمون برسه. نظر شما چیه؟ همینطوره. یعنی شاید خودت هم تفریح‌های مختلفی رو تجربه کرده باشی و وقتی پای صحبت حتی تریلیاردرها میشینی، پولدارهای خیلی زیاد، و وقتی که بهترین لحظات زندگیشون رو تعریف میکنن میگن که با چند تا رفیق همدل نشستیم و
گفتگویی کردیم، اوقاتی رو صرف کردیم، اوقاتی رو گذروندیم. مهم نیست که حالا اون گفتگو روی کشتی تفریحی باشه یا مثلا در یک کلبه‌ای در جنگل باشه یا در کاخ باشه. این همدلیه و این رفاقت لذت بخش ترین به نظر من چیز دنیاست که میتونه یه خورده امید رو در زندگی بالا ببره در ما. وگرنه بقیهش به قول حافظ، حالا از همشهریمون صحبت کردیم، حافظ شعر جالب داره که میگه جهان و کار این جهان همه هیچ بر هیچ است. هزار بار من این نکته تحقیق کردم، یه همچین چیزی کردم تحقیق، دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود و رفیق. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم، بله بله، که کیمیای سعادت رفیق بود. بله. ولی بالاخره وقتش رسیده که بدونیم دیگه، نه؟ تا این زمان، این زمان برای ما الان نیست. به نظر من دیگه الان تنها راه بشر رفاقته. اگه بخواد هنوز امیدی داشته باشه به زندگی، اگر رفاقتی هم وجود نداشته باشه، همه چیز میشه یه سری چیزهای مصنوعی غیر قابل انعطاف، خسته کننده، که آدم ترجیح میده از شرشون خلاص بشه. ولی رفیق خوب تنها چیزی هستش که آدم دوست نداره از دستش بده، اتفاقا دوست داره به دستش بیاره، هی بیشتر و بیشتر. مثال خوبی هم داری، میگه رفیق هزار تا داشتنش هم کمه، یک از دست دادنش هم زیاد هست. تو این دنیا واقعا رفاقت و رفیق تنها سرمایه ای هست که میتونه یه خورده ما رو امیدوار کنه و بر حال به ما کلن اساسا شدن از موندن آسون تره. هر چیزی رفیق شدن هم آسون تر از رفیق موندنه. بله، رفاقت از خیلی سریع اتفاق میفته، ولی مهم ماندگاری هاییه که اغلب شاید کوتاه مدت. اون برای ماندگاریش آیا مثلا واقعا خودمون دیگه، مهدی جان، ما رو چی جز رفاقت دو سال هر روز روزی 12 ساعت کشون کنار هم دیگه بدون درآمد و به قول معروف بدون هیچ، جز رفاقت و عشقی که نسبت به اون کار داشتیم و رابطه های خودمون، واقعا چی ما رو 2 سال نگه داشت برای دوتا اجرا؟ همون همدلی بود واقعا. این که در کنار هم دیگر حالمون رو خوب میکرد. حالا به قول شما با ساق طلایی بشه، حالا تبلیغ ساق طلایی میشه، فکر میکنن اسپانسرمون مثلا دیش استیو هست، ولی واقعا نیست. ساق طلایی در دانشجوها، شنیدم شما دانشجوهای تئاتر هستین خیلیاتون، بیشتریاشون با شما خیلی عجیب هست احتمالاً. و خب الان نه بابا، اینا کاش اینا الان همه اسنک و چه میدونم کلاب ساندویچ و... زمان ما ساق طلایی بود. آره الان زمان ما و الان توی خب ساق طلایی الان جنبه تقلید نباشه، معمولا کسایی هم که میخوان رژیمی بگیرن یا حالا خودشون رو فریب میدن که ما غذا نمیخوریم و در عوض ساق طلایی میخوریم، میتونه جواب بده 2 کیلو ساق طلایی میخورن که مثلا وزن کم کنن. ولی زمان ما همون ساق طلایی خوردن، وقتی که 4 تا رفیق همدل باشن، لذتش از خوردن لذیذترین غذاهای دنیا به نظر من جذابتر و گواراتر هست. و همین رفاقت و همدلی و عشقی که به کار داشتیم تونست ما رو نگه داره و ایشالله از این به بعد هم نگه خواهد داشت. قشنگ بود، میگفت مرده اون رفیقی هم که میره تو فست فود میشینه یه دبل چیز برگر با سیب زمینی و پنیر ویژه و اینا میزنه تش، بگه آقا ببخشید نوشابه رژیمی نداری؟ بابا تو که داری میگوی اونم اصلشو بزن بره دیگه، زیرو میخواد. تو سر کارهای ما هست، مثلا معمولا 2 تا غذا میارن سر پروژه ها، یکی رژیمی هست که حالا رژیمی ماکارونی کار نداریم، مثلا اون که غیر رژیمی چیز دیگه. اولش اونایی که رژیم دارن میگن یه رژیمی بی زحمت بیار، رژیم میاره میخوره میگه خب حالا اصلیه رو جفتشو با هم میخوره که مثلا فکر میکنه من رژیمی هم چیزی کم میکنه، نه رژیمی هم چیزی اضافه میکنه. رفیق چاق داشتی تو؟ من آره، خیلی هم مهربونن چاقا، معمولا چاقا. جدی میگم به اون بر نگاه کردی؟ نه ولی واقعا رفیقای اونا معمولا یه آرامش جالبی دارن این آدمایی که چاقن. اصلا شیرازی هم باشن آرامش دو چندان میشه.
مهدی راست چیز میگن مثلا از یه بچه شیرازی پرسیدن تو بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ گفت بازنشسته. این راسته؟ واقعا جالب درسته. شیرازی ها یه خصلتی دارن، این که کارو میخوان برای زندگی کردن. به نظرم فلسفه درستیه. جالبه. یعنی زندگی نمیکنن که کار کنن. میگن خیلی خوب ما کار میکنیم که بتونیم زندگی کنیم، زنده بمونیم و از زندگی لذت ببریم. آدمهای تنبل به معنای بدش نیستن. آدمهای خوشی طلبن، آدمهای مفرحی هستن که سعی میکنن از اولین فرصت استفاده بکنن برای خوشگذرانی. حالا لازم نیست یک تدارک عجیب و غریبی هم ببینن. ممکنه با یک کاهو و ترشی توی یک چمنی پیدا بکنن، بشینن دور هم، حالا زنها بچه یا رفیقا با هم دیگه این کاهو ترشی رو بخورن و بعد حالشون کاهو سکنجبین؟ نه، شیرازی یا کاهو ترشی میخورن. جدی؟ آره، یکی از غذاهاشون خوردن کاهو ترشی. امتحان کنین، بد نیست. ترشی رو بزنین لای کاهو، کاهو رو بزنین لای نون. عجب ساندویچ چه حالیه. مخصوصاً عصرها خیلی میچسبه. قبل از کتلتی که البته معمولاً استفاده میکنه. شیرازی ها مثل فرانسویان، حالا فرانسوی هم جزء کشورهایی هستن که معمولاً به ویکندشون، به وکانسشون، به تعطیلاتشون خیلی اهمیت میدن. شما دو سال دکترا تو فرانسه درس؟ من حدود 5 سالی که بودم توی فرانسه بودم، ولی توی اوینیون فرانسه. اونا هم خیلی کشوری هستن که خب میگن کار میکنیم که بعدش بتونیم استراحت کنیم، بتونیم تفریح بریم، بتونیم تعطیلات بریم. به خاطر همینه که شاید مثلا شیرازی ها رو به عنوان، حالا توی جوک ها بیشتر، ولی اینجوری نیست. خیلی از شیرازی ها واقعا خیلی هم فعال هستن. اما فرهنگ شیراز، شعر شیراز، محیط شیراز، آب و هوای شیراز میطلبه که شما از محیط اطرافت، از جغرافیات لذت ببری و خوشحال باشه. مسلماً صدق نمی کنه. چون وقتی توی شهر جذاب و زیبایی مثل شیراز داری، اصلا همین نگهداری از این شهر خودش کلی فعالیت میطلبه. مگه میشه که بشینی همینجوری کاری نکنی؟ باید شهر تمیز بمونه، قشنگ بمونه و اینجوری لول خودش رو حفظ بکنه. بنابراین اینا همش میگن برای خنده. یکی صحبتی میکرد، میگفتش که رفتم توی شهری، گفتم چه خبر از کرونا، چی کار میکنین؟ گفتش که نمیدونم فلان گرون شده، بیسان گرون شده، من نمیتونم فلان بکنم. گفت رفتم شیراز، سوار تاکسی شدم، از راننده تاکسی پرسیدم که کرونا چی کار میکنی؟ چه ضرری به شما زده؟ گفت عشق رو کم کرده عزیزم. من میرم خونه نمیتونم با خانوادم اون اندازه که قبلا عشق ورزی میکردم، محبت میکردم، الان یه خسته و خورد هستم و دیگه نمیتونم عشق ورزی رو بکنم. شیرازیه به این اهمیت میده به نظر من. سال 93 دوستان، یه روزی ساعت 10:11 صبح، در حالی که داشتم یه روز معمولی رو میگذروندم، کم کم یه دردی اینجا شروع شد و بعد کم کم گفتم همین اعاهی تعجبش بیشتر میشد. به جایی رسیدم که دراز کشیدم و پذیرفتم، گفتم اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول، تموم شد. بعدش هم دیگه تا رسوندنم بیمارستانی نفهمیدم. دو روز سه روز بعد به هوش اومدم که اصلا داستان چی. ولی چیزی که خیلی جالب بود اونجا، یه حقیقت اساسی جلوی چشمم، یعنی پرده ای رفت کنار. قطار رو آقا متین نگه داشتن. اومدم به من گفتن بفهمی پایین. گفتم من کار نه آخه چی، من بابا کار دارم، خونم، زندگیم، زن بچه‌ام، چه میدونم، شغلم، اعتبارم. گفتن آقا بفرمایید اینجا ایستگاه شما اینجاست. دیدم این منم که اون لحظه دارم نسبت به همه چی بی اعتبار میشم، همه چی داره بر اعتبار خودش ادامه خودش رو پیدا میکنه، این منم که از ادامه باز موندم. از اونجا بود که بعد از اینکه خوب شدم اومدم گفتم آقای زندگی، تا حالا من و شما داشتیم با هم شطرنج بازی میکردیم، همیشه هم دیدی آدم دوست داره تو شطرنج بگه من با مهره سفید بازی میکنم. چرا؟ چون حرکت اول با مهره سفیده، سفیدم از خوشگلم از چیه رهرهای سیاه و فلان. تا حالا داشتم با مهرهای سفید بازی میکردم، الان دیگه ببخشید غلط کردم.
بفرمایید. بنده الان میخوام با مهرهای سیاه با شما بازی کنم. چرا؟ که حرکت اول تو بدی، بعد من سعی کنم یه حرکتی متناسب حرکت تو بدم. یعنی دست از اکشن برداشتم و رو به ری اکشن آوردم. چون دیدم درست میگه. یعنی این که ما نسبت به خیلی چیزا دستمون بسته است. و باید منتظر باشیم و شاید در زندگی داریم زندگی میکنیم که بهترین عکس العمل ها رو نشون بدیم تا اینکه بهترین عمل ها. اونجا بود که احساس کردم واقعا جور دیگری باید به زندگی نگاه کرد و با زندگی باید حالا به نوعی رفیق شد و بعد یه جور دیگه ای. فرصتی خدا رو شکر حالا بالاخره دوباره فرصتی داد که بلکه بشه بهتر ازش استفاده کرد. پس این مفهوم در شیراز خیلی اساسیه که به ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، حسابی فکر میکنن اینجا. درسته؟ من وقتی مثلا اتفاقی برام میفته میگم خیلی خوب این اتفاق قرار بود بیفته، من مقصرش نیستم. من آره اگر مثلا میرفتم به اون سمتی که به عمد اون کار انجام بدم و به قصدی که این اتفاق واسه من بیفته، آره میگم خیلی خوب میکنم. ولی تو یه مسیری داری میری یه حد از دایره اختیار تو خارجه و اون اتفاق واسه تو میفته. بالا که افتاد چه کار باید بکنم دیگه؟ توی قراردادهایی که بسته میشه اگر چیزی بسته نشه میگم خب قسمت من نبوده. من چرا باید برم بجنگم زیرا به اینو بزنم، نمیدونم پشت سر اون حرف بزنم که بخوام اینو به چنگش بیارم. قطعا اگرم به چنگش بیارم میگه اون دستاورد مفیدی رو برای من نخواهد بود. بنابراین چه به دست آوردن و چه از دست دادن برای من خیلی تفاوت آنچنانی نمی کنه و به اعتقاد من هیچ چیزی در این دنیا از دست دادنی نیست. یا خودش برمیگرده یا مشابهش برمیگرده و اگر خوشبین باشیم بهتر از اون برمیگرده. این تو روابط عاشقانه وجود داره، توی گم کردن اشیا وجود داره، توی از دست دادن مثلا ملکی، ماشینی، چیزی وجود داره. میگید نه امتحان کنید، خوشبینانه بگید خدایا من میدونم که تو قرار نیست این چیزا از من بگیری، یا خودش برمیگرده یا مشابهش برمیگرده یا بهترش برمیگرده. اگه اتفاق نیفتاد درباره دوست چی مهدی جان؟ دوست هم اگر از دست بره بهترش برمیگرده یا مشابهش؟ ممکنه گاهی برمیگرده، ولی خب دوست تا دوست داره میگه، همه چیز نسبیه. ما رفیق فابریک به قول معروف داریم، رفیق نسبی داریم، رفیق مگسانن گرده شیرینی داریم. ولی وقتی از رفاقت حرف میزنیم یعنی یک رفاقتی که مسائل مادی درش اصلا دخالتی نداره. یعنی به خاطر مثلا سرشناسی همدیگه یا به خاطر مال و منال همدیگه رفیق همدیگه نشدیم، به خاطر همدلی رفاقت داریم میکنیم. و این از دست دادن این دوست واقعا هیچ وقت جاش پر نمیشه، اصلا جبران ناپذیره، اصلا جبران ناپذیره، مگر اینکه این نفر پیدا بشه که واقعا شبیه همون باشه. که متاسفانه نمیخوام ناامیدانه حرف بزنم، ولی روز به روز داره این کمرنگتر میشه. ما نباید بذاریم اتفاق بیفته. یعنی قبلا تعریف رفاقت این بود که هر کسی که برای تو ایثار بکنه، کسی که تو مثلا کمکت بکنه در شرایط سخت، کسی که همراه تو باشه، جونش رو فدای تو بکنه، میشه رفیق. الان متاسفانه جوری شده که هر کسی از خونت بالا نره، کتکت نزنه، زیرا به تو نزنه، مثلا از سرقت نکنه، این رفیقه دیگه. مهدی خون سردترین ما بود بین اون رفقا، همیشه هم در واقع بزرگتر از هممونم بود و میشه گفتش که ریش سفید، البته الان ریشش موقع ریشش سفید نبود، ولی ریش سفید ما بود. هر وقت اختلافی هم اتفاق میافتاد مهدی همیشه برای اون بزرگتری چون خیلی خون سرد. البته خیلی هم سن تفاوت سنی با خودم نداریم. نه بنده از شما فکر میکنم یک سال کوچیکترم. نه ولی ماشاءالله میتونی نقش پسر منو بازی کنی. نه مخلص شما، شما 50 متوجه 50 من 50 آره من 2 سال از شما، البته ما که اساسا کوچیک شما هستیم، اختیار داری، ولی 2 سال از شما اختیار داری. در حال خدا رو شکر شما خیلی از فسفرات بیشتر استفاده کردی، من کمتر استفاده کردم. اختیار داری. مهدی جان ساز مورد علاقت چیه؟ من ویولونسل رو خیلی دوست دارم. ویولونسل؟ آره، یکی از ترانه ها من با همون ویولونسل خوندم. ویولونسل به نظرم یه سازیه که کاراکترش به کاراکتر خود منم نزدیکه. آره. تو گفتی ترانه خوندی؟
به شکل حرفه‌ای نه، مثلا حالا 3-4 تا تراک برای دل خودم بیرون اومده. چه جالب. بله، و اینا رو خوندم و حالا گاهی هم تو اینترنت اینا هم پخش شده. اینجوری نبوده که حالا آلبومی بیرون بدم اینا، نه یه جایی خوندم. عداش بزرگمونه دیگه، روبون نمیشه بگیم آقا داداش خان داداش مهمونمون کن به یه صدا همینجوری زنده زنده. نه ماشاءالله. بچه ها بیداری؟ یو بیداری بچه ها؟ صبح بخیر. یه صبح بخیر بگیم ببینم. آفرین. میبینی حالا؟ خب آقا مهدی، من 4 تا تراک بود که خوندم. یکی به در این دنیا بود که خب خیلی وایرال شد، توی برنامه خندوانه بود اونجا پخش شد اولین بار. بعد قبل از اون توی سریالی من نقش پدری داشتم، مادرانه، که برای دخترم احساس کردم اونجا باید یه لالای پدرانه بگم. همونجا سر صحنه این لالایی رو گفتم و بعد حالا پیشنهاد شد که اینو بخونمش. حالا من هیچ وقت تجربه واقعا خوندن نداشتم و خونده شد. و بعد حالا تراک های بعدی که برای دل خودم بود، یکیش بعد از اون دلاچونی بود، خیلی به دلم این شست و من اینو بازخوانیش کردم. بعد از اون یک ترانه ای رو یک دوستی در دوران دانشجویی میخوند، حسین مددی، شادم بشناسیش، لوره به بچه های لوره مسجد سلیمان بودن، به اسم گل باوینه، همچین گل چیزی باوینه. گل باوینه با ملودیش هم خودش ساخته بود، خیلی به دل من نشست. بعد از 25 سال همدیگه رو در یه جایی دیدیم و گفتش که یادت اون ترانه رو مثلا دوست داشتی بخونی؟ گفتم که آره خیلی خوب. گفت چرا نمیخونی؟ گفتم خب من لوری بلد نیستم. گفتش که خب یه چیزی با همین آهنگ ترجمهش رو انجام بده. ما دوستی رو آقای صمدی ترانه سرا هستند، برامون اون ترانه، گفتم مضمونش این میخوام، اون ترانه رو اجرا کردند، ولی نوشتن و ما با همون آهنگ این ترانه رو اجراش کردیم که حالا ایشالا پخش میشه. اما دلاچونی رو میتونم الان اجراش کنم اگر دوست دارم یاری کنم. نمیدونم گوش دادید یا نه. دلاچونی 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 همه خونی همه خونی همه خون ز بحر لیلی سیمین ازاری چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل که دایم بر سر جنگی دل ای دل اگر دستم رسد خونت بریزم ببینم تا چه رنگی ای دل ای دل ببینم تا چه رنگی ای دل ای دل. به به. مرسی از شما. متشکرم. آقا بفهم مخلص. بله آقا مهدی شگفتی سال با تئاترش رو میدیدیم خیس عرق چند شکوهمند بود تصاویر. من کیف میکردم میدیدم. خدا خیلی ممنون. خود شهاب کس نه گفتی ویالونسل. بریم ببینیم همرفیق این برگ سبزی تحفه درویش رو که تقدیم شما میخواد بکنه.
سلام. سلام به محضر شما دوست گرامی هنرمند خوش حس و خوش نواز و خوش دیپ و قربون شما لطفتون. همین خوشای جمع کردیم ماشاءالله واسه خودت. مخلص. اسم شریفتون؟ علی آقا جانی. علی آقا جانی. آقا جانی. خوبی علی جان؟ قربون شما. سلام. از این انس و الفتت با این ساز چند سال میگذره؟ حدود 17 سال. علی جان 17 سالت هست؟ لا جدی خوب موندم میذارم ماشاءالله. یعنی از چند سالگی؟ از 11 سالگی. از 11 سالگی. نه ماشاءالله خوب موندی. مهدی جان نظر چرا ویولونسل؟ آره آها سوال خوبیه. توی محیط یه ذره دوست داشتن و راهنمایی معلم‌ها دیگه. خودت دوست داشتی؟ آره نسبت به سازهایی که اون زمان ارائه میدادن توی هنرستان. آره ویولونسل بیشتر هستن. مثلا فرقش با ویولون چیه یا کنترباس؟ فرکانس لو. خب حالا مثلا چرا ویولون نه ولی این ویولون نمیزنی؟ نه. چرا این؟ چرا مثلا فرکانسش بیشتر تو رو جذب کرد؟ بله صداهای بم. صداهای بم بیشتر جذبت میکنه. چلو از این کوچکتره؟ چلو همینه دیگه. این چلوه؟ کره نداره ولی. کره داره؟ نداره. کره نداره؟ چلو چلو. الفت با یه ساز چه تأثیری تو زندگی خود آدم در وجوه دیگه میذاره؟ چه رنگی به زندگی آدم میاره؟ مسیر زندگی رو عوض کرد برام دیگه. واقعا؟ بله. چطور؟ کارم مشخص شد، هدفم مشخص شد از سن همون هلوش 11 سالگی. خیلی ممنون علی جان، متشکرم. سلامت باشی، برقرار باشی. خوشحال شدم. سلامت. خوبه اگر چیزهای خوبی در فرهنگ‌های مختلف وجود داره و به درد خور هست آدم در روش صحبت کنه. توی آمریکا من سر فیلم The Night همون آن شب که بودم، خب تیمی که کار میکردن اهل همونجا آمریکایی بودن و اینا خیلی جالب بود. ما شب کار که میشدیم مثلا ساعت 7 شب که 6 عصر یا 7 عصر که میرفتیم سر کار، همه به هم میگفتن Good Morning. همینا سر کار بودشتم 7 شب Good Morning. دو سه روز اول همینجوری بعد برای غذا گفتن پلیز لیت کو لانچ نهار یک شب نهار هم جالبه. یکیشون سوال کردن گفتن داستان چیه؟ گفت صبح برای ما از وقتی شروع میشه که کارمون شروع میشه. جالبه ها. و واقعا این رو آورده بودن توی فرهنگ خودشون. 7 عصر به هم میگفتن صبح بخیر، 12 شب میگفتن بفهمین نهار و این شکلی. دم چه جالبه که ما هم خوبه آدم صبحشو از وقتی شروع بکنه که کارشو شروع میکنه. بخاطر همین گفتم شما الان صبح بخیر. البته کارشونو الان یه مدتی شروع کردم. بعد زور بخیر بعد لانچ اینا بعد لانچ رو زدین تو رگ؟ نه خیر به نظر آقای خدا دادی. ما ازشون دست میخوایم. مرسی مرسی قربون شما. تو رو خدا زیاد اگر نهار نخوردین به خودتون فشار نه. خیلی خوب. سکانس مورد علاقت که توش احساس کردی مهدی جان رفاقته چقدر جالب توش به نمایش در اومد، چیزی هست تو ذهنه؟ سر شهرزاد. خب من یه رفیق داشتم که آقای پاکنیت نقشش باز میکرد جمعشی خوب بلاده. دو سه تا سکانس بود، یکیش اونجا یه نفر رو میکنیم جسدش تو قابلمه و بعد بالا سرش رفاقت میکنیم دیگه، واسه هم دیگه رو بغل میکنیم از رفاقت حرف میزنیم. خیلی فضای گروتسک عجیبی بود. یا یه جایی
آی پاکنیانت به خاطر نارفیقی که کرده شهردار داره به تو بله دیگه حق باید به حقدار میرسه نه شوخی کردم ایشالله با هم خوش باشم ما که مردیم تر ایشالله اونا با هم خوش باشم منم مردم خب مثلا میاد ابراز پشیمونی میکنن توی حجره من و مثلا در آغوش منم میمیده خیلی قشنگه اون سکانس دیدی اون خیلی زیباست اون سکانس به نظرم برای حالا موضوع رفاقت اون سکانس میتونه سکانس جذابی باشه دوستان بریم ببینیم خیلی آقای پاکنیت هم از اون دوست داشتنی های روزگار ان شاء الله خدا سایه‌شون بر سر مستدام بداره بریم اون سکانس رو ببینیم که شهرزاد رضایت داد به وصلت با قباد واسه خاطر نجات فرهاد ای خدا دلم میخواد اگه یه ساعت از عمرم باقی مونده باشه خنده دخترم از ته دلش بشنوم صدای خندش رو از ته دل بفهمم هاشم از ته دل ای خدا آتیشم بزن که جیگرم داره آتیش میگیره جمشید رفیق من حرف بزن جمشید حرف بزن آقا چه کردن در این سکانس این دو بازیگر یک اقلیم آقای پاکنیت هم اهل استان فارس به شهر کازرون هستن درسته؟ آره کازرونشو نمیدونم ولی میدونم اهل شیراز اهل فارس هستن بله فکر میکنم اهل شهر کازرون باشین بله به هر حال واقعا چه کردید همه شما گرد باور کن اگر من خودم به عنوان قباد این سکانس رو میدیدم شهرزاد رو بر میگردم بیا آقا مال خودتون ما نخواستیم حداقل واقعا خیلی خوب دوستان آماده این؟ بریم به استقبال بله مهمان عزیز امشب دوست خوب آقای مهدی خان سلطانی عزیز کسی که یادش بخیر تمام این دوران نوجوانی و جوانی ما با دیدن روی ماه ایشون در شبکه تلویزیونی در شبکه یک به عنوان مجری پخش بود ایشون وقتی می آمدن واقعا با خودشون یک آرامش و یه حس خوبی واقعا می آوردن و چون خیلی خوش صدا خوش سیما بودن و واقعا کسی هستن که خیلی با نام فامیلیشون هماهنگ کامل دارن خودشون خانم آقایان بریم به استقبال جناب آقای حسین پاکدل غم فردا نخوریم بین یک دم عمر را غنیمت شماریم فردا کز این دیر فنا درگذریم با 7000 سالگان سر به سریم
بله جناب آقای حسین پاکدل با اون خنده های شیرین و معروفشون. به به آقا سلام عرض کردم. سلام از بنده. چقدر حال برنامه‌تون خوبه، چقدر حال خودتون خوبه، قربونتون برم، با شما بهترم، چقدر حال تماشاگرتون، گروه موسیقیتون چقدر خوب. تو این ایام آدم حال خوب میبینه، حالش خوب میشه. خدا مرسی شهاب، قربونتون برم. من در کنار دوستانم هستم اینجا و در کنار و انشالله هر کاری میکنیم بتونیم اون حال خوب رو ایجاد کنیم با وجود شما که مخلص. اصلا دیگه همه چی عالی تر. من تمام آرزو مینه کاش شهاب حسینی بودم. خدا من ما همیشه دوستشون شما باشیم. آخه این مشخصات که تو گفتی مشخصات خودت. به خدا هم جاکی. برنامه رو آقای پاکدل معرفی، اولا جمعه ها خب مختصر چون تلویزیون برنامه خوب میذاشت، بعد از برنامه کودک فیلم سینمایی پخش میکرد یادش بخیر، بعد حسن هر چی رو که آقای پاکدل میگفتن ما با علاقه نگاه میکردیم، خوششون میامد، انگار حتما باید تایید شما روش بود. خیلی جالب بود. برحال انشاءالله که همیشه سلامت و برقرار باشین. خوبین آقای؟ عالی. خیلی خوش آمدین. قربون محبت فدای شما. سلامت باشین. سعادتی بود در خدمت شما و آقا مهدی. سلامت باشین. خوش خدمت شما هستیم. آقا مهدی رو که من از سالها پیش 27 سالی هست منم دقیقاً میدونی از کی مهدی رو میشناسم؟ از هم موقعی که بیسکویت های دیجستی رو میآوردم پشت صحنه. آقا مهدی از خوبای تئاتر بود. شما هم که اون دوره‌ای که ریاست تئاتر شهر رو به عهده داشتین فکر می‌کنم بله. دیگه احتمالاً من قبلش از قبل دیده بودم. بله. شده بود. من تقریباً قبل از اینکه بیام تئاتر شهر نزدیک 10 سالی شورا بودم، برای همین همه تئاتر رو میرفتم میدیدم، هم متن رو هم کارهای دانشجویی رو هم. بعدم که دیگه اومدیم تئاتر شهر رو دیگه در معیت آقا مهدی دوستان. آقای پاکدل عادت کرده بودیم ما همیشه با شما، با حضورتون، با لبخندتون، با گرمای صدا و کلامتون امید بگیریم. الان هم توی شرایطی داریم زندگی میکنیم که مهدی جان حرف قشنگی زد از قول یکی از همشهریاش، گفت این شرایط باعث شده این کورونا عشق کم شده. کمتر مثلا همه گفتن آقا کاسبی ها خراب شده، چی میدونم مرتی شدن. کسی اولین کسی بود که من درباره عشق صحبت کرد. شما به ما بگین با این اوضاع و احوال چه میشه کرد؟ آیا احوال دست خودمونه و اوضاع نه؟ البته به نظرم احوال رو چه میشه کرد در این اوضاع؟ واقعیتش بخوام مفصل آدم بخواد حرف بزنه خیلی کارو میشه کرد، خیلی میشه حرف زد، ولی منتظر هیچ چیز و هیچ کس نباشیم. انتظار باعث ایجاد توقع میشه، حالا جدای از انتظاری که آدم داره برای ظهور و این مسائل، اصلا بحث جداست. نه این که فکر کنیم کسی از در میاد برای ما کاری میکنه، نه، همه مسائل خودشونو دارن. اگر خودمون به داد خودمون رسیدیم، به خودمون حال خوب دادیم، امید دادیم در هر شرایطی، کارمون درست میشه، لحظه‌مون درست میشه. مگه چیه؟ زندگی بر اساس معناست. معناییه که ما میتونیم به زندگی بدیم، به پدیده ها، باعث میشه حالمون خوب باشه یا حالمون بد باشه. زنده باد. متوجه این؟ من حالا خاطرات زیادی هست بخوام بگم، ولی هر کسی باید به داد خودش برسه و به داد نزدیکانش. اون موقع همه مسئله حل میشه. مولانا یه بیت کوتاهی داره که جهان ما با این ساخته میشه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. ندا. دقیقا. ما بدونیم هر عملی انجام میدیم بازخورد داره. یه پلیس ما، یه قاضی ما، یک بازیگر ما، یه کارگردان ما، یک بقال ما، کوچکترین خلافش در کهکشان میچرخه به خودمون برمیگرده. ما فکر نکنیم گیلیمون رو از آب بکشیم حله. این سرزمین نیازمند اینه که ما باهاش رفاقت کنیم، وقت اونم با ما رفاقت میکنه. ما انگار میخواییم بکنیم ازش، تمام میشه، تمام توی میشه. رقابتی هستیم که آی نکنی میکننه، نخوری میخورن. اصلا دلیلی نداره. چه رقابتی؟ چه بچی از مادرش آدم مگه میکنه؟ این همه بخشندگی کرده، حالا ما بکنیم چی ازش بکنیم که دو روز مثلا راحت تر زندگی کنیم؟ بهتر انتها نداره. حالا فرض کن لواسان و رفیقا من به نامم کرد، خب بعدش چی؟ بعد توقع دارم تهران رو به نامم کنه، ایران رو بکنه، جهان رو بکنه.
من رفیقی دارم که جهانو برام میسازه. زنده باد. این قشنگتره؟ خیلی زنده. قشنگه. باری کرد. رفیق من رفیقیه که همپای خلافم نمیشه. جلوی خلافم میگیره. این میشه رفاق. باری کرد. این رفاقت باید خیلی رفاقت شکوهمندی باشه. با شناختی که من از مهدی جان دارم، با احساسی که نسبت به شما دارم، آدم یه خود نمیگم حسادت، ولی غبتر میخوره به این رفاقت شما. یه خود از این رفاقت خودتون برای ما بگید. چه جوریه؟ چه چیزهای خوبی ازش میتونیم به ما به عنوان یادگار بدین؟ عرضم به حضورت که ما شهاب بچهای یه نسلی هستیم، پدرانمون خدا رحمت کنه پدر سلامت باشین خدا رحمت کنه پدر ما رو عزیز نگه دار. اینا از تمام وجودشون عرق می‌ریختن برای اینکه آبروشون نره. خیلی عزتمند زندگی می‌کردن و به ما یک چیزهایی یاد دادن که تا زنده هستیم اینا رو سعی می‌کنیم عملیاتی کنیم. من مادرم شهاب یه جمله‌ای می‌گفت که خیلی تو زندگی ازش استفاده کردم. یه بارم توی مصاحبه گفتم، پارسال همین موقع مادرم فوت کرد، خدا رحمتش کنه، مادر هیچ وقت جایی نشین که کسی جرأت کنه بهت بگه بلند شو. دقیقاً جمله‌ای که پدر منم بهم میگفت. آره خدا رحمتش کنه. چیاله با آره میدونی خیلی مسیر آدم رو مشخص میکنه. وقتی آدم با مهدی سلطانی همزیستی میکنه، رفاقت میکنه، نیازی نداره براش نقش بازی کنه. دقیقاً جلو مهدی میتونی خودت باشی، محرم اسرارته. یه حساب پسندازیه که تو نیازی نداری ازش برداشت کنی، ولی همیشه پره، هر وقت بخوای هست. اینا شعار نیست، واقعا ما تو زندگی عمل کردیم. بچه مهدی تو بغل من میخوابه، دختر من به مهدی میگه عمو. نمیدونم، خیلی چیزا هست. میدونی الان بیرون یکی از دوستان از من پرسید که رفاقت تو بچگی یا جوونی بهتره یا بزرگسالی؟ گفتم رفاقت یه جایی تخمش کاشته میشه، میشه نهال، تناور میشه، یه جایی بار میده. بارش این نیست که، بارش اینه که یک کسی هست نگران توه، یک کسی هست تو نگرانشی. میدونی شب دردمندانه ترین لحظه های زندگی آدم لحظه هایی که تنهایی باید غذا بخوری. خیلی دردناکه. میدونی اصلا آدم انگیزه خوردن غذا نداره. آره ترجیحاً فقط زنده موندن یه چیزی. حتی دیجستیم باشه. نه واقعا به نظر من مهدی سلطانی آینه خودشه. خودشو توش میبینه. آدم میتونه خودشو توش مهدی ببینه، اصلاح کنه خودشو. میدونی؟ و اینا مای چیه؟ رفاقت مای چیه؟ همینه دیگه. بشینیم. گاهی وقتا من و مهدی نشستیم یا خونه ما یا خونه مهدی، یا یه ساعت با هم حرف نمیزنیم و نشستیم. تلویزیون بچه ها بازی میکنن، خانم ها دارن با هم حرف میزنن. ولی با همین یه دفعه مهدی میگه آره. بعد من اینم به اون چیزی که من فکر کردم مهدی فکر کرده میگه آره. نه مثلا کاری دو تا کلمه است به ولی همینه. به همدلی رسیدین. آره اول معرفی آقای شهاب حسینی گفتن دکتر مهدی سلطانی، ولی شما ادایی از مثلا اینکه من دارم دانشم رو، من درس خوانده فرانسه هستم، دکترای فلان، در وجود مهدی سلطانی ندیدید. یک ایرانی به تمام معنا دیدید که آرتیسته، هنرمنده، آداب آرتیستیک و رعایت می‌کنه. مرسی. ممنونم. مرسی. آدم وقتی به این مرحله میرسه، یه مرحله ارتقاء دیگه، به ساحتی میرسه که دیگه نیازی نداره معجزه کسی رو بگه، نقش برای کسی بازی بکنه، به کسی دروغ بگه یا پشت هم اندازی بکنه. هست، همینه که هست. و چون همینه آرامش میرسه.
البته همینطوری که گفتن شیراز هم بی‌تاثیره. حیرت انگیز مهدی تو طنز. حیف که استفاده نشده. اون نمایشی که با حسین کیانی کار کردی. مضحکش شاهد. خدای من شاهده، من تو سالن هر شب تقریبا می‌دید. بعضی تماشاگرا خودشون رو می‌زدن از زور خنده. احمد مهرانفر احمد هم بازی میکرد دوتایی با هم. حالا من چه کاره بودم که اون نوچه من بود؟ مثلا من مستراحدار شهر بودم، میرافتابه و خیلی جالبه. گوش کن، احمد نوکر من بود. حالا فکر کن چی خبره. داستان در زمان ناصرالدین شاه اتفاق میفته که ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی ترور میشه. دو تا زن داره، یکی زناش متجدده و میخواد، خوشحال از اینکه این مرده، میخواد مضحکه برپا کنه. یکی از زناش حالا سنت‌تر و میخواد عزاداری را بندازه. هیچ کس به خاطر ترس از اون یکی زنه حاضر نمیشه بیاد این مراسمو برگزار بکنه. هر کی باش خان که من اسم هر کی باش خان بود، این سالها پیش در روح حوزه کار میکرده و کار تعزیه میکرده و اینا ها، کارش کساد میشه، میره مستراحدار میشه. اونجا نون بیشتر انگار در میاره، در بیشتر از فرهنگ و مرد. بعدش تو کوچه میخوابیده و فلان اینا ها، یعنی زمان مشروطه میمدن توی دستشویی های عمومی شعار مینوشتن و شعار میدادن. اون میگفته مرگ بر استبداد. چی؟ اون میگفته مرگ بر نمیدونم فلان. اینا نمیتونستن تو توالت بخوابن، تو میمیدن تو کوچه میخوابیدن. نوچه های قبلیشون اینا رو میبینن، یه این هرکی باشخان همونی که سالها فلان میکرد. و خلاصه اینو ور میدارن میبینن توی کاخ شاهی و زنها حالا هستن اینجا میگن که تو هرکی باشخانی؟ میگه نه من مستراحدارم. میگه نه بعد حرف ما بخونی، وگرنه. میگه وگرنه چیه؟ اما سرا پایین تر جایی نیست که کجا میخواید منو بنویسید؟ خلاصه میگن عقدت میکنیم، یعنی عقد ما میشیم زنت و اون یکیه همونطور اونم یکی. این فکر میکنم گیم خیلی خوب، حالا که اینا زن من میشن من میتونم یه جا بگیرم بخوابم. همش عقد خوابش بغل دستش با احمد مهرانفر، اون بالش دستشه، من همش میخوام یه جا بخوابیم. خلاص ما رو میبرن اونجا و همزمان تعزیه و مضحکه اجرا میکنیم. یعنی اون زنه اون بر نشسته و اون بر نشسته، تضاد و تلفیقی که مضحکه و تعزیه داره با هم شکل میگیره که این دوتا زنها راضی باشن، یک طنز عجیبی رو ایجاد کرده بود. نه واقعا قبول داری پس در حقه زون سالی از افتخار شاگردشون داشتم. من اصلا شیراز درس خوندم به خدا، و بهترین سالهای زندگیم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، اوایل انقلاب، شیراز. شیراز. آره. این آرامش خود، چون به هر حال آرامش در آدم تعادل به وجود میاره. بله. تعادلم اصلا اول همه، یه بچه اول یاد میگیره رو پاش وایسه، بعد یاد میگیره راه بره. تعادل هر جا از بین میره تصادف به وجود میاد. تصادف هم که اسمش رو خودشه دیگه، بالاخره خسارت و این چیزا داره. حالا حتما ماشین به ماشین نه، ولی کلا در برخورد دو تا آدم با هم میتونه تصادف به وجود بیاد. من یه روزی خیلی جالب بود، اینه میگم، سر چهار ولیعصر داشتم میرفتم به طرف میدونه ولیعصر، سر چهار طالقانی یه آقایی به اصطلاح معتادم بود اومد و که شیشه من پاک کنه. گفتم آقا دست نزن. گفت که واسما افت داره، یه ماشین اینجا رد بشه بره اون وقت بگن شیشش کثیف بود، حسن سر چهار را بود، بذار پاک کنن. گفتم آقا نوکرتم، تو کار چیه؟ چرا نمیای نمایش کار کنی؟ ببین این نگاه آرتیستیکه. خب میتونه یک گدایی میومد تو محله ما، یه شعر خیلی کوتاهی میخوند، ولی همه محله به این کمک میکردن، برای اینکه یه آرتیست بود، این هنر رو آورده بود تو کارش. شما گاهی وقتا میری یه بقال، تو سهروردی یه بقالی هست، وقتی میری انقدر این برای شما بازی میکنه، انقدر جذابه که عاشقی میشی بری از این بقال خرید کنی. میری دکتر، یه دکتر بچه شما رو برای همیشه از دکتر بری میکنه، یه دکتر عاشق بهداشتت میکنه، برای اینکه نگاه هنرمندانه است. بله میشه تو خونم با ساده ترین چه، مگه مادران ما چه میکردن؟
با کمترین امکانات یه تعداد زیاد بچه رو بزرگ میکردن، بزرگوارم میکردن، فقط گنده نمیکردند. با هنرشون، هنر ذاتیشون، هنر در ذات ما هست، کافیه پیداش کنیم. من یه چیزی بگم، من دو تا اتفاق برام افتاده که یکیش تلخ بوده، یکیش شیرین. مال همین مردمه، مال همین مردم. یه بار من میرفتم سوپرمارکت با ماشینم یه چیزی بخرم، سوپرمارکت کنار خونم. داشتم عقب عقب میومدم، ماشینم خورد به موتور یه پیکی، افتاد یه جای این کلاچش یا ترمز شکست. من خب ندیده بودم، اومدم و عذرخواهی کردم و اینها و گفتم چقدر میشه. اون موقع گفت که 20,000 تومن میشه. همون موقع تقدیم کردم، تقدیم کردم و رفتم به کارم رسیدم. اومدم خونه، خانمم گفتش که تو تصادف کردی؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت یه آقای اومد زنگ خونه ما رو زد، گفت که من رفتم تعمیر کردم شد 15,000 تومن، این بقیهش. آفرین. یعنی یه موتورسیکلی که خب ممکن الان برنامه آرام ببینه، توانای مالی آنچنایی هم نداشت، ولی فقیر، ولی گدا نبود، آدم ثروتمندی بود. میتونست اون 20 تومن چی 5 تومن نده، ولی آدرس منو از سر سوپری پیدا کرده بود. سوپری محل که سلطانی کجاست، اومده بود با 5 تومنی که اضافه گرفته بود از من تحویل داد. من اونجا به انسانیت اعتقاد پیدا کردم. اون آدم خوشبختیه، اون آدم درستیه، اون آدم آرامیه، سعادتمنده. یه نفر دیگه اون چاه، مثلا امیدوارم اینم اون بشنوه، چاه آشپزخونه گاهی میگیره میزنه بالا دیگه، از هر خونه میشه. معمولا زنگ میزنن مسئولش یا کسی که من به اصطلاح کارگر این کار هست، میاد فنر میزنه و این میره. گفتیم فنر بزن، فنر زد شد مثلا 100,000 تومن. یه فنر بزنی که آب بره. بعدش دیدیم نرفت. گفت برای اینکه آب بره باید یه فنر آنچنانی بزنم که مثلا میشه 450,000 تومن. گفتم این آنچنانی چیه که تو میزنی مثلا فلان؟ گفت اگه این فنر بزنم به موتور دستگاهم فشار میاد و دیگه من موتور رو باید عوض کنم، یه به درم نمیخوره. فنر 450,000 تومانی زد. ببین نزدیک نیم میلیون فنر مثلا که میخواد آب، یه خوره آب بره. آخرم نرفت، آخرم نرفت. و بعد خب این کلاهبرداریه دیگه. این آدم های کشور ما ماشالله دو جورن، نابغه در بتونن کلا مردم بذارن و بسیار آدم های درستی هن. خب حالا من این که اینجا نشستم از کدومشون دارم یاد میکنم؟ میگم پدر کدومشونو بیامرزه؟ میگم خدا به کی بیشتر بده؟ همیشه فکرم نسبت به اون شخص فکر منفیه و این انرژی منفی داره به سمتش میره. 450,000 تومان از من گرفته، خدا نکنه، خدا نکنه بخواد خرج زن و بچهش بکنه. خرج چی بکنه؟ خرج درمونش بکنه، خرج پاره شدن تایر ماشینش که رفته روی میخی که یه نفر انداخته بکنه. یعنی چیزی که ما مال خودمون نیست، اگر بخوایم به زور و به دزدی به دستش بیاریم، چندین برابرش رو صرف چیزهایی میکنیم که از چشمون در میاد. من مطمئنم اون کسی که اومده 5 تومن به من داده، یه جای 50 برابر گیرش اومده. اینا نیروهای طبیعتن. حتی اگر به خدا هم اعتقاد نداشته باشیم، به لحاظ علمی ثابت شده. از هر دستی بگیری و از همون دست پس میگیری. دایره که نقطه پایان آغاز نداره. حالا نمیگیم یه نفر به اسم خدا اون بالا نشسته میگه خب این داد پس بهش بدم. یعنی این انرژی رو قلب میدی میره یه دور میزنه میاد. انرژی منفی هم همینه. مال کسی رو بدوز اگر ندوزیدن، مال کسی رو بخور اگه چندین برابرش مالتون رو نخوردن، دل کسی رو بشکن اگه دلتون نشکندن. خب وقت اگر ما به این برسیم که مثلا این اتفاقا میتونه نتیجه خوب و بد برای ما داشته باشه، چرا باید مثلا حالا شیرازی نباشیم واقعا؟ اتفاقا توی شیراز شاید خیلی درگیش باشه. یه لالا، اون لالایی رو مهدی جان بخون، به نظرم الان کاربرد داره. اون لالایی پدرانه هر که تو سریال مادرانه خوندی. حالا تو شیراز که صحبت شد، یه سیلی اومد 2 سال پیش فکر کنم بود. مردم شیراز چه کار کرده؟ هتلی اومد غذای گرم به کسایی که جا مونده بود دادن. شاید خودت هم شنیده باشی.
صافکارا اومدن گفتن ماشینایی که توی سلسیس شده صافکارای شیراز ما ماشینش رو مجانی صافکاری میکنیم. خیلی ها جا مونده بودن گفتن بیان توی خونه ما بمونین تا وقتی که یه خورده. خب الان نسبت به اون مردم ما چه فکری میکنیم؟ چه حسی داریم؟ اصلا نسبت به انسانیت چه حسی داریم؟ حالمون خوبه دیگه. خب چرا بقیه این کار نکنیم؟ بقیه عمرون این کار نکنیم؟ آره دیگه وقتی جواب میده بزن تو رگ دیگه. زمان دانشجویی ما خوابگاهمون چهار پارامونت بود. خب بعد جالب اینو بدونید سر چهار پارامونت 7-8-10 تا مغازه بود، دهنه مغازه بانک بود فلان. یه گدایی بود می اومد از صبح تا شب جلوی مغازه قدم می زد گدایی می کرد. بعد بردشم این بود یه پولی نمیده واس خودو، یه پول بده واس خودو. بعد این مغازه ها مال این بود، اون 7-8 مغازه مال این بود، ولی عادت کرده بود گدایی کنه. کجا؟ تو شیراز. آره چهار پارامو. آره خاطرات ما از شیراز. شیرازی هم بگیم میخوردم. یه سگی جلوی کوچه خوابیده بوده مثل شیر، خیلی اینجوری تو گرمای تابستون. بعدش یه نفر میخواسته وارد اون کوچه بشه، میترسیده از این سگه، هی سنگ مینداخته هی چوب مینداخته که این سگه پاشه بره. مثلا همینجوری نگاهش میکنه میگه آمو انگار تا یه چیزیت میشه، خب یه بارو. سگه میگه به خدا بیمزه نبود، شاید من بیمزه تر. نه اون توی خود اونجور تره. ما هم یه تو محل اون موقعی که دیگه مد شده بود میگفتن ساعت 9 شب دیگه آشغالا رو لطفا بذارید دم در، ماشینا میان میبرن. یه دوستی بود از رفتگران خیلی محترم و شریف عزیز که واقعا وجودشون چقدر لازمه و چقدر آدمای شریف و ارزشمندی است. ولی عادت این دوستمون این بود زنگ خونه ما رو میزد، برمیداشتم گفتم بله، میگفت آشغال بیا پایین. حالا بالاخره یه دوره در طول ماه بالاخره یه ماهیانه هم مرسوم بود که طبعا میدن. اون دوره ماهیانه، وقت ماهیانه که میشد زنگو میزد میگفتم بله، میگفت آقا آشغال بیا پایین. یه آقا خیلی با نمک بود. خیلی بیکار نشستین ها؟ خوش میگذره؟ اونا که خوابن، شما هم که بیکار نشستین، ما هم واسه خودم داریم اشغال میکنیم. برید بیرین یه چیزی گرمش کنید ببینم بچه. این قطعه‌ای که میزنیم اسمش هست تانگو باد بهاری از آقای استاد شیبانی. بله بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. جان بر افروخت خانه من سوخت، دیدم را گریه آبوب و بخرو نهان کرد، دل نشان کرد تیر هجرش قصد جان کرد. بی تو پری بر زینه در آتش، دیده در آبست ای گل زیبا، رسم تو با ما ناز و عذاب است. نوبهار است یار دیرینم، پرز می کن ساغر را، دور از آن چشمانت کجا بینم نوبهار دیگر را. چون برافروخت خانمان سوخت، دیدم را گریه آمو و بخرو نهان کرد، دل نشان کرد تیر عشقش قصد جان کرد.
ز کنارم از چه نگارم فصل بهار است راحت جانم سر به روانم دل بی قرار است ای که بودی چون جان در آغوشم گرچه پیمان بشکستی که ز خاطر شوی فراموشم که امید دل هستی لا 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 انشالله که خوب و خوش باشین. ما از مخاطبین خوب همرفیق درخواست کردیم ویدیوهای خودشون رو که درباره رفاقت هست برای ما بفرستن. اپلیکیشن آب حامی محترم برنامه هدایای رو به بهترینش تقدیم خواهد کرد. ببینیم این ویدیوها رو با هم دیگه دوستان. جانم اگه حلقه ازدواج از سلاس حلقه رفاقت از وفاست از سلامتی همه رفقای با وفاست ده تن آجر فدای زیر بنای وجودت رفیق وقتی خیلی غصه داری یاد رفیقات میافتی چپ و راست تو نگاه میکنی میبینی هستن خیالت جمع میشه شهرام داداش میدونستی انسان وقتی که میمیره مغزش 7 دقیقه بعد از مرگش هم کار میکنه؟ خب که چی؟ یعنی این که بعد از 7 دقیقه از مرگم هم هنوز به فکر تامو دوست دارم خیالم راحته که هرچقدر هوا سرد بشه رفیقه ای دارم که دمشون گرم بشه جناب آقای عرب، خواهش میکنم بفرمایید. بله، سلام آقای عرب. جناب سلطانی عزیز سلام عرض میکنم. آقای پاکدل، گروه عزیز بومرانی، خیلی مخلصیم. قربون شما تماشاگران عزیز و بینندگان محترم. زنده باشید. خیلی ممنونم از بینندگان عزیز که ویدیوهاشون رو میفرستن. میتونن با هشتگ هم رفیق من بینندگان عزیز ویدیوهاشون رو در اینستاگرام منتشر بکنن. ویدیوهای منتخب در اپلیکیشن آب قرار میگیره و از طریق گزینه هم رفیق در اپلیکیشن آب میتونید به بهترین ویدیو که از نظر خودتون خوبه رأی بدید و ویدیویی که بالاترین رأی مردمی رو میاره از طرف اپلیکیشن آب 20 میلیون تومان بهشون اهدا خواهیم کرد. آقا ما به نظر شما نظر کارشناسی شما خوبه 20 میلیون هدیه جایزه هر چی بدید خوبه چرا که نه شما چی میدید خدا برکت یک عدد رو بین 1 تا 150 مهدی جان بگو 141 آقا شما 17 و 141 میشه چند بچه 158 تقسیم بر دوش خوبه 105 میشه 79 چه عدد باحالی در اومد 79 کیه؟ به سلام سرکار خانم گرامی بفرمایید خواهش میکنم سلام حال شما چطوره؟ خوش آمدین مرسی ممنون اسم شریفتون رو میفرمایید؟ فائزه فرهنگ هستم خانم فائزه فرهنگ خانم فائزه فرهنگ چه اسم فامیل با فرهنگی؟
خانم فرهنگ، معمولا آدم خوششانسی هستین؟ بله. میشه یکی از شانسای خوبی که در زندگی آوردین رو برام بگین؟ الان اینجا در خدمت شما هستم. اذیت نکن دیگه، من اینو نپرسیدم شما اینو بگی، خدا وکیل. کلا پس آدم خوششانسی هستین، خدا وکیل. بله. امشب نشون دادین که واقعا همینطوره. خب ببینین، خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم فرهنگ عزیز. تمامی بینندگان عزیز میتونن از طریق 733.ir اپلیکیشن آب رو دانلود بکنن و به خانواده 40 میلیونی آب بپیوندن و از خدمات گسترده‌ای که اپلیکیشن آب ارائه میکنه که بلا شک در سر و سر ایران بی‌نظیر هست و تمام این خدمات رو هیچ اپلیکیشن دیگه‌ای ارائه نمیکنه و اپلیکیشن آب همه رو در خدمت مردم عزیزمون قرار داده. یکی از خدماتی که روی اپلیکیشن هست پرداخت قبوز هست که خیلی هم ساده است. تلفن هم رو تلفن ثابت، آب، برق، گاز و قبوز خدماتی که وجود داره خیلی هم ساده است، یعنی در هر سنی که باشه، چون حالا اونایی که یه ذره سنشون بیشتر شده یه ترسی از تکنولوژی دارن، در حالی که خیلی ساده است، یعنی حتی با بارکد خوان هم میتونید قبض رو اسکن کنید و پرداخت رو انجام بدید، تلفن همراهتون رو وارد کنید، استعلام بگیرید، اگه بدهی داشتید پرداخت بکنید. و خبر خوش برای بینندگان عزیز این هست که تا آخر ماه و هر ماه، یعنی همین روزهای باقی مانده تا آخر ماه، فرصت دارن که از طریق اپلیکیشن آب قبض پرداخت بکنن. اگر قبض پرداخت بکنن ما بهش میگیم قبضهای خوش شانسی، یعنی که اگر قبضی با اپلیکیشن آب پرداخت بکنن تا آخر ماه ما قرعه کشی میکنیم و به 3 نفر از عزیزان به تعداد قبضی که پرداخت کرده بودن ما 1,000,000 تومان هدیه برمیگردونیم. یعنی هر قبضی که پرداخت کرده باشن شما قرعه کشی میکنید؟ هر قبضی پرداخت کرده باشن به تعدادش ما 1,000,000 تومان بهشون میدیم. 3 تا قبض 3,000,000، 5 تا 5,000,000، 10 تا 10,000,000، 15 تا 15,000,000. پس بنابراین هر چه قبض بیشتر پرداخت کنن شانسشون برای برنده شدن بیشتر میشه و هدیه نقدشون هم بالاتر میره. ما هر ماه این قرعه کشی رو داریم برای 3 نفر. پس قبض هاتون رو با اپلیکیشن ها پرداخت کنید و از این جایزه بی‌نظیر استفاده کنید. خانم فرهنگ عزیزم به پاس حضورشون توی برنامه و خوش شانسیشون، ایشون هم هر کدوم از قبوزی که عرض کردم، تلفن هم رو تلفن حسابه، آب، برق، گاز، هر کدومی که دوست داشتم به مدت 1 سال به صورت رایگان بهشون تقدیم خواهیم کرد. خانم فرهنگ صدا نداریم؟ نه الان داریم. چرا؟ دیگه نه نداریم. چطور بود؟ خوب راضی هستین؟ مرسی، ممنون، خیلی خوشحالم. کدوم یکی از قبضاتون رو میخواین 1 سال پرداخت کنه؟ بله؟ کدوم یکی از قبضاتون رو ترجیح؟ موبایل دیگه به نظرم، نه؟ آره موبایل. خوبه؟ بله هیچ مشکلی نداره، به صورت 1 سال رایگان میتونن از موبایل استفاده کنن، قبضش با ما. راضی هستین؟ خیلی خوب، خدا رو شکر، مرسی. خب دو مهمان عزیز و بزرگوار و گرانقدری که اینجا داریم. بله ایشالله که بله دیگه سلامت فرمید. خواهش بکنم، باعث افتخار ماست واقعا. عزیزانی هستن که ما از نزدیک میبینیم روی ماهشونو و یک هدیهی به صورت یادگار واقعا و ناقابل که ارزشتونو قطعا نداره، ولی فقط به عنوان یک یادگاری از طرف اپلیکیشن آب و برنامه وزین هم رفیق خدمت شما تقدیم میشه. امیدوارم که دوست داشته باشین و به کارتون بیاد. متشکرم. ممنونم، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. ممنون. جالبه، جالبه به نظر میاد. میگن مرسومه که هدیه رو جلوی آورنده اگر باز کنید خیلی خوشحال میشه. ما هم از فضولی داریم تپ میکنیم، یه خود برامون جالب تره بدونیم آب چی داده امشب. خیلی بازش کنی؟ نمیخوای؟ چرا؟ البته میل خودتونه، ولی ما خیلی دوست داریم بزنیم. اونو باز نکنید جناب سلطانی، اون یکی رو باز نکنیم. نه اینو باز کن. نه اونو بعدش باز کنم. اونو بعد ها اول باید اونو باز کنم. آره اول اونو باز کنم بعدن اونو باز کنم بعدش اونو باز کنم. آها کاتالوگش هم جدا کادو کرده. اوه عجب کار دستی زیباییه. حالا با کاربردش بده، من خیلی بیچاره از قصه جمع شد.
کاغذ کادوشو اینجوری نکرد. اوه عجب چیز خوبیه. بعد چه شطرنج قشنگ، تخته سخت نرد و شطرنج و اینا. حالا گفتن که مهرهاش کو مهرهای تخته. بله دیگه اونا مهرهاش بود، گفتم اول اونا باز نکنید. اینا مهرهاش. اونا مهره. مال هر دو بزرگوار یکیه نه؟ بله بله، چون که خیلی هم در مورد هنر و اینا صحبت کردن، این هنر دستیه که حالا به ما گفتن، ما هم خدمت هنر دست کردیم که امیدوارم که خوشون اومده باشه. اونا دو بزرگوار هر دوشون با یه تخته میتونن بشینن شطرنج و تختشون رو بازی کنن. تو خونه داری؟ تو خونه هم تازه دارن. اون یکی چی پس؟ اون یکی رو چیکار کنی؟ آخ خب برادر انشالله مبارکتون باشه. دست شما درد. سلامت باشید. مبارکتون باشه. ناوره ممنونم. ناوره زنده باشید. آقای پاکدل، آقای سلطانی برای شما این هدیه رو آوردم. دستشون درد نکنه. چیز قابل داری نیستن. حدستون چیه؟ آقای سلطانی خودشون بزرگترین موهبت و هدیه خداوندی هستن برای ما. زنده باشید. دیگه لازم نبود. من نمیدونم اصلا رسم برنامه‌تون چیه و الا. منم دست سلطانی آره. آقای سلطانی میل دارین خودتون تقدیم کنین؟ بفرمایید. بله بله. بفرمایید. ای خدا. خدا من چقدر کیف خوشگلیه. دستتون درد. ممنون ممنون ممنون. بریم پس مستقیم برای اهدای تندیس های برنامه همرفیق بدون مهمان. بزرگتر قشنگم مهدی سلطانی عزیزم، به رفاقت با تو افتخار میکنم و این تندیس رو با عشق از طرف برنامه همرفیق به گل وجود تقدیم میکنم، علاوه بر انگشتری که مزین به نام یگان رفیقه و ما در این برنامه به رسم رفاقت آن را به انگشت رفقا میکنیم. حالا اینا اندازه‌شو می‌گیریم درست میشه. جناب آقای پاکدل واقعا دست شما درد نکنه. واقعا خوشحال شدم از اینکه امشب ما رو قابل دونستین و تشریف آوردین. با عشق این تندیس رو به شما تقدیم می‌کنم به همراه همین انگشتری که مزین به نام یا ای وای. آره اشکال نداره. اینا رو حالا می‌گیم اندازه‌هاشو درست می‌کنیم. رفیقا کلفت‌تر شدن بعد خوردن. انشالله روز به روز رفاقتا کلفت‌تر بشه نه رفیقا. خب مرسی متشکر. صحبت پایانی اگه هست ما در خدمتتون هستیم و بفهم. آمهدی میخوایم بریم جلوتر یه خود در این سه جا. بله بفهم. متشکرم، خیلی ممنون شهاب عزیز، فرصتی شد دوباره هم دیگه رو ببینیم، یادی کنیم از رفاقت. مرسی از شما یه پاکدل عزیز که منو قابل دونستی تشریف آوردی. بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم و در کنار شما. انشالله که شرایط به گونه بشه که اجازه بده به ما رفاقت روز به روز منسجمتر باشه، چون غیر از این نمیشه واقعا دماغ آورد. و آرزوی خوبی دارم برای همتون و از خدا میخوام که آن ده که آن به. انشالله الهی مرا آن ده که آن ده. مارا سید علی صالحی شعر کوتاهی داره، میگه یه بخشش میگه میخواهم یک لحظه به این لحظه بیاندیشم. من امیدوارم ماها بیاندیشیم، اندیشیدن رو یاد بگیریم. به قول یک نویسنده بزرگ میگه مشکلات بشر اغلب چیزهای بدیهیه، چیزهای ابتداییه،
چیزای بزرگ مشکلات بزرگه، ولی فجایع اغلب بدیهیاته. متوجه یه کبریت ممکنه یه شهری رو آتیش بزنه. من میخوام خواهش بکنم هر کدوم از ما، به خودمم میگم، درک لحظه داشته باشیم، تو لحظه فکر کنیم، بیاندیشیم به بودن خودمون، به برنامه هامون. همیشه فال حافظ میگیرند یه غزل کامل رو میخونند، هیچ کس هم متوجه نمیشه چی خوند و چی گفت. ولی به یمن حضور آقای سلطانی از خطه فارس، من یک بیت از شعر حافظ رو میخونم، این رو با خودتون ببرید بهش فکر کنید. هر که اون نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، سهمش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. خیلی ممنون از انرژی های خوبتون امشب به خصوص و سپاسگزارم. دوستان انشاءالله همیشه در پناه لطف خدا خوب و خوش و سلامت باشید. یادمون نره زندگی ساختنیست. آفرین. یا علی مدد. خدا دلتنگم نمیدونی یه شعر کامل به نظرم که بلند میخونم تو دلم تا برگردی پیشم. بیرنگم نمیدونی وقتی دور فاصله باید برم، اونجا که تو باشی کنارم تو شب تارم. میشه بردار اگه باشی همیشه با من، که باشی با غم‌ها دشمن، بده دست تو به من. اگه باشی همیشه با من، که باشی با هم ها دشمن، بده دست تو به من. میشه فردا روشن اگه باشی همیشه با من، که باشی با هم ها دشمن، بده دست تو به من.